تو همه جای دنیا یه تعریف خیلی ساده از قهرمان وجود داره، کسی که آسایش و شادی انسانهای دیگر رو به منافع خودش ترجیح میده، کسی که خودش رو وقف خوشبختی آدمهای دیگه میکنه، کسی که بزرگترین هدفش دیدن لبخند رو لب آدمهای دیگه است. بدون قهرمانها دنیا جای قشنگی نیست. این قهرمانها که به ما یاد میدن غیر از حال و روز خودمون میشه به فکر چیزهای دیگه هم باشیم. این قهرمانها که یادمون میندازن میشه برای هم زندگی کرد. با این ملاک ها محمد امین حاج کاظمیان یه جورای قهرمانه، یکی از بزرگترین و موفق ترین صادرکننده های کشور. بیشتر از 2400 نفر نیرو هم تو مجموعش دارن کار میکنن. از لحاظ موقعیت اجتماعی تو جایگاهی ایستاده که آرزوی هزاران نفره. منطقاً حفظ همچین اعتباری باید تمام وقت و نیروشو بگیره. منطقاً باید نگاهش به موفقیت‌های شخصی بیشتر باشه. گسترش حوزه تجارتش، شهرت بیشتر و ثروت بیشتر. اما محمد امین حاج کاظمیان رویاهای دیگه‌ای در سر داره. بخش عمده‌ای از وقت و داراییشو به پویش ملی صادرات اختصاص داده. نهضتی که خودش راه انداخته و شب و روز براش تلاش می‌کنه. او داره سعی می‌کنه جوانای علاقمند رو قدم به قدم تو مسیر موفقیت پیش ببره. او داره سعی میکنه از استعدادهای جوان صادرکننده بسازه. از ایده اولیه کسب و کار تا انتقال درآمدهای ارزی، محمد امین حاج کاظمیان کنار صادرکننده‌های جوان میمونه. بهشون آموزش میده، راهنماییشون میکنه و کمکشون میکنه. اونم بدون هیچ چشم داشتی. تو رویاهاش روزی رو میبینه که گردان 400 نفره صادرکننده‌هاش تبدیل بشه به یه لشکر 10000 نفره. تو رویاهاش روزی رو میبینه که درآمد صادرات ایران شرایط زندگی رو برای همه ایرانی‌ها عوض کرده. روزی که ایران ثروتمندتر، مرفه‌تر و شادتر باشه. تو رویاهاش لبخند رو لب خیلی ها میشونه و همینه که محمد امین حاج کاظمیان زندگیشو وقف این رویاها کرده. دنیا جای قشنگیه چون قهرمانهای توش هستن که خودشونو برای بهتر شدنش به آب و آتیش میزنن. جای قشنگی هم میمونه اگه ما قهرمانا رو باور داشته باشیم، اگه کنارشون بیستیم تا به رویاهاشون برسن. خب آقای حاج کاظمیان خودشون اینجا تشریف دارن، سلام میکنم، عصر بخیر میگم. آقای حاج کاظمیان، شما از یک شروع کارتون از ورشکستگی خانوادگی شروع شد، درسته؟ میشه گفت. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان، همه بینندگان عزیز. پیشاپیش من هم تسلیت عرض میکنم شهادت مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو. من اول از همه میخوام تکذیب بکنم مطالبی رو که شما فرمودید، چون من قهرمان نیستم، من یک خدمتگزارم و هیچ وقت خودم رو به عنوان قهرمان تلقی نکردم، ولی همواره در تلاش بودم که برای عزیزانم، برای جمع خانواده پویش ملی صادرات، به عنوان یک برادر بزرگتر بتونم راهکارهای خوبی رو براشون همواره فراهم بکنم. چون از من سوال کردید، برخلاف تیتر برنامه‌تون که حرف حسابه، بریم سر حرفای حسابی، ولی واقعیت داستان سرمایه همیشه سرمایه مادی نیست. شاید سرمایه های انسانی همواره برای ما مهمترین اتفاق هستند. آنچه که محمد امین حاج کاظمیان رو امروز محمد امین حاج کاظمیان کرد، دلیل شاید یک تهدید، یک بلایی که خدا برای هیچ خانواده‌ای نخواهد. بله، بنده در سن 22 سالگی متاسفانه بزرگترین سرمایه خانواده‌ام، اون سه برادر خودم رو از دست دادم و اون زمانی بود که مجبور شدم متاسفانه، بله، و در مسیر صادرات هم بود تو اتفاق حادثه، بله، در تصادف، در مسیر در واقع کارخونه بود قزوین و متاسفانه هر سه در جا متاسفانه اتفاق افتاد و اصلا هیچ وقت هم علاقه ندارم در موردش صحبت بکنم. شما ولی تو 22 سالگی قرار بود چه کاری انجام بدید؟ من بی‌تعارف، چون دلم میخواد، میدونم زمانتون خیلی محدوده و دلم میخواد که به حرفهای خیلی خوبمون هم برسیم، من در رشته ریاضی تحصیل کردم دبیرستان، ولی از اول دبیرستان عشقم اقتصاد بود. جزء رشته‌های اولی هم که انتخاب کردم اقتصاد نظری دانشگاه تهران، و در سن 22 سالگی در شرایط فوق دیپلم متاسفانه مجبور شدم دانشگاه رو رها کنم بعد از این اتفاق، و عشقم این بود که بزرگترین صادرکننده خوشبار ایران باشم. من اول دبیرستان عشقم این بود زود ازدواج کنم. از کجا این رویا به شما سرایت کرده؟ من صادرات و ارزاوری رو دوست دارم. آخه آدم یه جا میبینه، مثلا اطراف میبینه، خانواده میبینه، دفتر یکی میره نگاه میکنه، این رویا از خود به خود که ایجاد نمیشه. میشه گفت در خانواده‌ای بزرگ شدم
که کارآفرینی در اون تعریف شده بود با تمام چالش‌هاش. من محصول یک مادر فداکارم، من محصول یک پدری هستم که سخت‌ترین شرایط کارآفرینی رو دیده. یعنی بزرگترین اتفاقی که واقعا همواره گفتم من دستبوس چنین پدری هستم، کسی که به علت سیاست‌های اقتصادی دولت، حالا خوب یا بدش رو الان وارد بحث نمی‌خوایم بشیم، به هر حال ایشون 11 سال ممنوع الخروج میشن به خاطر پیمان سپاری ارزی و فعالیت رو رها نمی‌کنن. آنچه که مهم بود این بود که با اینکه نتونستن صادرات خودشون رو ادامه بدن، ولی میان در زنجیره تأمین بخش فرآوری یک محصولی به نام خرما رو در دست می‌گیرن. ایشون خیلی اتفاقات خوبی رو، اگر شاید مشکلات براشون رقم نمیخورد میتونستن رقم بزنن، ولی 11 سال ممنوع کار میشن و اون موقع هم کارت بازرگانی به این راحتی نبود که دریافت بشه و ایشون بدون کارت بازرگانی به علت حالا بدهیای پیمان سپاری ارزی که داشتن 11 سال از فعالیت صادراتی دور میمونن. درست. خب آقای هاشکاظمیان، شما تو شرایطی که متاسفانه سه تا از برادراتون رو از دست دادید به صورت همزمان، بله، مسئولیت خانواده به عهده شما قرار گرفت، پدرتون هم که در اثر پیمان سپاری آسیب سنگین مالی خورده بودن و ممنوع کار هم شده بودن به نوعی تو تجارت، شما شروع کردید. الان میشه بگید الان تو چه وضعیتی قرار دارید؟ چند بار صادر کننده نمونه شدید؟ 8 دوره صادر کننده. 8 دوره. چقدر مثلا میشه آمار و رقمی داد که مثلا شما سالی چقدر دارید صادر میکنید؟ ما الان دیگه رکورد 250 میلیون دلار صادرات رو زدیم در سال. در واقع میشه گفت در یک دو سالی یه مقدار کاهش پیدا کرده. آها. ولی ما رکورددار این عدد هستیم و میتونم به شما بگم چند نفر نیرو داریم؟ مستقیم و غیر مستقیم بالغ بر 2400 نفر پرسنل. 2400 نفر. چیا صادر میکنید الان؟ بنده خداوند را بسیار شاکرم که در سراسر ایران من فعالیت دارم. همه ایران، شمال شرق ایران تا شمال غرب ایران، خطه کشمش ایران هست، پسته ایران هست، کویر ایران پسته، جنوب شرق تا جنوب غرب ایران خرمای ایران هست. ما بزرگترین ظرفیت های کشاورزی دنیا رو داریم. این رو من به جد میگم. و تمام تلاش من این بوده از ظرفیت های خالی، یعنی آنچه که امروز من برای عزیزانم در به هر حال کسانی که دارن برنامه ما رو نگاه میکنن، من زمانی که آغاز کردم با حداقل ها آغاز کردم. همین اینو بگیم. من چون دو هفته پیشم یه زنده مشاوره رفتیم، بله، توی من به وجد اومدم حالم خوب شد، توی همین اینستاگراممون یه به صورت زنده مشاوره میدیم، یه شب درباره صادرات گذاشتیم و اینا، و اینکه هی دائم میومدن توی نظرات یه بیننده هایی میومدن میگفتن آقا مگه میشه دست خالی، آقا برو جمع کن، آقا این مسخره بازی ها رو نگو. شاید 10 سال من دارم تو تلویزیون روی این محور کار میکنم که با دست خالی میشه، شما بلد باشی یه کار رو انجام بدی، مردم به شما سرمایه میدن، داراییشون رو به شما میدن، به شما اعتماد میکنن. شما همین اینو این یکی رو بگیم اصلا که این مردم امید پیدا بکنن آقا مگه میشه صادر کرد یه چیز. اولین بار چی کار کرد؟ صادرات یه علمه، یه دانشه. من صادرات رو میگم بر اساس 4 پارامتر: خرد، جسارت، متانت، حرکت. حالا هر کدوم اینا یه تعریف داره، هر کدوم اینا یک داستانی برای خودش داره. میشه من یه خواهش ازت بکنم آقای حاج کاظمی؟ ببخشید اما بی‌ادبی می‌کنیم. این اصول رو نگیم، بگو اون روزی که پاشدی رفتی اون اولین چیزی که صادر کردی حالشو بردی، من پول اومد تو حسابت، اونو بگو. آفرین. من پول نداشتم. پول قرض کردم. بی تعارف دارم میگم. اولین بار با 6000 مارک اومدم در یک نمایشگاه بین‌المللی شرکت کردم. پول نداشتم، یه غرفه کوچیک. نمایشگاه کجا؟ نمایشگاه در آلمان. حالا قرار نمیدونم تبلیغ باید بکنیم یا نکنیم. نه قرار نداره. راستش در نمایشگاه آنوگای آلمان. اغلب همکارای من، اغلب دوستای من میدونم. من اولین باری که در نمایشگاه بین‌المللی شرکت کردم. حالا در کنار یکی از اتفاقات مهمی، چی جنس داشتی رفتی تو نمایشگاه؟ ما یک دوریا ظرفیت خالی داریم تو کشور. یعنی بیاییم به این مطلب توجه بکنیم که قرار نیست تولید و من انجام بدم. قرار نیست سرمایه گذاری در تولید و من انجام بدم. درست. یه دنیا کارخونه جاتی داریم که چشمشون به تلاشهای ما جووناست، به جوونهایی که بر اساس دانش صادرات بیان نقش خودشونو در تکمیل زنجیره تأمین تعریف بکنن. خب تو نمایشگاه رفتید، یه غرفه گرفتید. به عنوان اولین کاری که کردم، دیدم ظرفیت ما داریم، ما
اینو شما بهتر از من میدونی. ما در بحث خشکبار، حالا من پویش ملی صادراتو چون میخوای بریم به سمتش، بحثم صرفا خشکبار نیست، ولی خشکبار با داشتن بالغ بر 2 تا 3 میلیارد دلار صادرات ارزآوری صادرات غیر نفتی، بالاترین سهم ارزآوری غیر نفتی کشور ما رو بعد از میانات گازی در واقع تشکیل میده. من یک دنیا ظرفیت رو دیدم که هست، این ظرفیت رو برای خودم تجمیع کردم، یعنی گفتم آقا من میرم این جنس رو سفارش میدم، این جنس رو قیمتش رو محاسبه میکنم، استراتژی قیمت گذاری رو آموختم. اینطوری نیست که من بگم فل بداهه میخوام صادرات رو آغاز کنم بدون اینکه دانشش رو بیاموزم. من یک دنیا تجربه تلخ دارم، یک دنیا تجربه تلخ دارم، یعنی صادر کردم پولمو خوردن، رفتم تو نمایشگاه، اولین باری که در واقع این اتفاق رقم خورد، ظرفیت هایی که بود رو بر اساس نیاز بازار اومدم محک زدم ببینم دنیا چی میخواد، من چی دارم. برای همین اولین کسی هستم که بالاترین استاندارد کیفی دنیا رو برای مجموعه خودم خریدم، تأمین کردم. من اول نرفتم کارخونه بزنم، اول رفتم گواهی نامه های بین المللی رو برای کارخانه جاتی که مال من نبود، متعلق به من نبود، اومدم. من اولین صادراتی که داشتم درآمدش تونستم باش 5 تا دونه فلزیاب بخرم، اومدم این فلزیابا رو گذاشتم تو کارخانه جات کشمش، همون جایی که از قبلش داشتم نون در می آوردم. ببینید آقای اسفندیاری، من یعنی اولین پولی که در آوردید و از کشمش در آوردید؟ من از صادرات کشمش در آوردم. حقیقتا بهتون میگم کشمش این همه دنیا برای چی میخرن؟ از کشمش میخرن برای اینکه در صنایع غذایی، در فود اینداستریز بسیار مصرف میشه، صنعت شکلات، صنعت در واقع شیرنی‌پزی بسیار مصرف داره کشمش. کشمشی زیاد میشه گفتش که ایران در سالهای بسیار دور رتبه اول رو داشت، امروز رتبه سوم تولید در دنیا رو داره. ما متاسفانه بعد از آمریکا و ترکیه رتبه سوم رو داریم. خب بعد چطوری مشتریه پیدا شد؟ این تیکشو بگید. این تیکه رو میخواستم خدمت شما بگم. ببینید دنیا دنبال تولید کننده نیست، دنیا دنبال تأمین کننده است. فرق است بین تولید کننده و تأمین کننده. درست. تولید کننده اونیه که سرمایه گذاری کرده، کارخونه ای رو فراهم کرده، سوله ای رو زده، چه بسیار سوله هایی که داریم که راه اندازی نشد، چه بسیار سوله هایی که داریم ظرفیت خالی داره. مثلا ممکنه یک گلخونه ای سالی مثلا فرض کن 200 تن خیار تولید بکنه، ولی شما اینطوری که میگید مشتری میگه من به گلخونه اونات کار ندارم، من روزی 20 تن میخوام، میتونی بهم بدی؟ آفرین. اونجا هستش که شما باید استراتژی تأمین خودت رو تعریف بکنی. در استراتژی تأمین همه تخم مرغا توی سبد قرار نمیگیره. ممکنه که امروز من با یک کارخونه قرارداد داشته باشم، ولی به هر دلیلی یه روز برقش قطعه، یه روز گازش قطعه، یه روز کارگرا نمیان سر کار، یه روز حقوق دیر شده، من اومدم تخم مرغامو در سبدهای مختلف. بسیاری از همکارای من یادم نمیره در اولین نمایشگاهی که من شرکت کردم، زمانی که میگفتم I am a safe supplier، من یک تأمین کننده امن هستم، وقتی مشتری ها، بالاخره مشتری به همه غرفه ها سر میزنه، میگفتم این اصلا کارخونه نداره. و وقتی من به مشتری میگفتم بابا مگه قرار من کارخونه داشته باشم که سندشو بتونشون بدم، من یک ساپلایرم، یک تأمین کنندم، من سفارش تو رو میفهمم، میفهمم تو چه نیاز داری، بر اساس نیاز بازار هدف به تو جنس میدم. ببینید دنیا الان خودتون بررسی کنی، آیا آدیداس میره کارخونه میزنه؟ نه. این همه کارخونه هست. آیا برندها میان کارخونه رو خودشون سرمایه گذاری میکنن؟ قطعا اینطور نیست. طراحیشو میده یه شرکت طراحی میکنه، توزیعشو میده شرکت توزیع میکنه، تولیدشو میده کارخونه. تمام هنر محمد امین حاج کاظمیان، اون چیزی که خیلی قشنگ گفتی، من این جمله شما رو خیلی دوست داشتم، اونی که در طبق اخلاص گذاشتم برای جوانایی که امروز دارن برنامه منو میبینن. خب همین که شما میگید همین خودش آموزشه، یعنی شما رفتید پول قرض کردی رفتید توی نمایشگاه، تو اینجا اطلاعات گرفته بودی که چه محصولاتی هست، با چه قیمتی، چطوری میتونم تامین کنم، به چه قیمتی پیشنهاد کنم. اومدن باشون مذاکره کردید، اولین محمولتون یک بار کشمش فروختید. اولین محموله‌ای که خودم شخصا فروختم بار کشمش بود. هیچ وقتم مشتریمو یادم نمیره، تو کجا؟ ترینیداد و توباگو، پورت آف اسپین میشه آمریکای مرکزی. شرکت جی ان فود سرویس نزدیک کوبا میشه فکر کنم، بالای من فکر کنم بالای این الان پاسپورتشو میفروشن، سنکیت میشه بالای سنکیت. اونجا اولین مشتری بود، من با ایمیل کار نمی کردم، فکس بود، من انگلیسی بلد نبودم،
ولی اومدم زبان بازار رو آموختم. اینقدر تلاش کردم، من کارمندی نداشتم، من خودم بود، یه آقای آقا شجاعی ما داریم، آبدارچی بود، ایشون جای واقعا جای عموی منه، من عمو ندارم، ولی سالیان سال من بودم، ایشون بود، یواش یواش یه نفر دیگه ای که حالا به هر حال از قدیم کمک پدر من بود، کارا هماهنگی های پدر من انجام میداد، ما اینها اومدیم شرکت رو راش انداختیم. من این رو میخوام بگم، بعد کشمش چیکو کردی؟ من بعد کشمش خب به هر حال توسعه دادم بحث خرما رو. خوب. پدر من در واقع میشه گفت اشراف بر تأمین خرما داشتن. به پدر خودم خیلی در باب خرما فله یا بسته بندی؟ نه، من اولش فله، تعارف نداریم. اولش فله، ولی امروزی که اینجا هستم خدمت شما میخوام بگم 20% صادراتم بسته بندیه. 20 اصلا تخصص من پرایوت لیبله. یعنی چی؟ یعنی بر اساس برند بازار هدف تولید میکنم. ببین من میخوام یه چیزی رو بگم، تحریم بهونه است. یعنی این رو من جوانای ما باید بشنوه، سرمایه مادی بهونه است. اون چیزی که من باید تلاش کنم خلق کنم زنجیره تأمین. این که میگن نقل و انتقال پولو نمیشه داد و نمیدونم فلان، اینها رو من همیشه یه مطلبی رو دارم میگم، یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت. ما ایرانی آدم های بسیار زرنگی هستیم. اصلا ما رو تو شیشه هم نمیشه کسی نگرداره. تو پیچوندن و اینا نه در پیچوندن. خدا وکیلی من دست تک تک صادر کنندگانی که تخصصشون صادرات منصفانه است و میبوسن. ما سرداران اقتصادی امروزمون عزیزانی هستن که هم به ارزاوری هم به اشتغال زایی در واقع مسیر زندگی، مسیر کسب و کارشون رو در واقع تعریف کردن. و این رو به جد میگم، من برای جوانامون یک دنیا حرف دارم، چون اون چیزی که آموختم و میخوام در اختیارشون خب بذارم. یه چند تا یه سوال جواب یه جمله‌ای جواب بدید، بعد این پویش صادرات رو میخوایم ببینیم. یه آیتم داریم، اینکه الان چه چیزایی فکر میکنی فرصت خوبی برای صادراتش وجود داشته باشه؟ پنج قلم بکید. یه چیزی رو شفاف به شما بگم، همه چیز در ایران فرصت است. همه چیز، همه چیز. من عشقم صنایع غذایی، من شما اینو بیشتر دوست دارید، ولی شما معادن ما دور. سنگ ما سالی 200 میلیون دلار صادرات سنگ داریم. ترکیه کشور همسایه ما 2 میلیارد دلار داره، 2 میلیارد، 10 برابر. ما معادنمون یک دنیا حرف برای گفتن. تو غذایی مثلا چرا ما سیبمون رو دستمون میمونه؟ آفرین، چون نمیدونیم چه استانداردی رو بازار هدفمون میخواد. آره، ما الان از تکنولوژی نانو داریم تازه استفاده میکنیم. ما الان میتونیم ماندگاری سیب رو بالا ببریم. آره. چرا سیب؟ چرا محصولات صنایع تبدیلیش؟ چرا نمیگی مربا؟ چرا نمیگی کنسانتره؟ آقا آفر. من رفتم دیدم مثلا ما آذربایجان غربی و شرقی مثلا 500,000 تن 600,000 تن این 500,000 تن 600,000 تن اون یکی داره سیب تولید میکنه. بعد اینکه هنوز صنایع مرتبط ابتداییش وجود نداره. بله. یعنی اینکه آقای دکتر مشایخی فرماندار میانه گفتش که مثلا اینجا حتی این سورتینگ ساده که اینا رو سورت بکنن اندازه هاشون مساوی باشه، بسته بندی استاندارد گرفته باشن و آنالیز شده و نمیدونم اینها، حتی این چیزا وجود نداره. برای من همیشه سواله، خب کی باید بیاد این کارو بکنه؟ سود نداره مثلا کسی نیومده. من دو تا نکته رو به شما بگم، این دو تا نکته خیلی مهمه. دنیای امروز بعد از سال 2016 به سمت محصولات بدون باقی مانده سموم حرکت کرد. پستیساید رزیدیو فری. درست. من صادرکننده باید این رو بدونم. باید بدونم بازار هدفم به دنبال چیست. آن کسی امروز به اروپا میتونه صادر کنه که دانش تأمین محصول بدون باقی مانده سموم در کنه. پس این نیستش که هر چی سیب تولید بشه مثلا بشه صادرش قابل باید صادرات باید باشه. باید تاجر بره به کشاورز صحبت کنه، بگه اگر بدون سم تولید کردی من میخرم این پولش. تأثیر حلقه سیلز اند مارکتینگ بر حلقه های قبلی، اون چیزی رو که من از اول صحبتم میخوام بگم، خلق زنجیره تأمین. تأثیر من بر حلقه های قبلی، قرار نیست من شیره وجودی یک تأمین کننده رو به نفع خودم فقط بکشم، بگم آقا همه منافع مال من. به شما گفتم اولین درآمدمو چیکار کردم؟ 5 تا فلزیاب خریدم. تمام اون کسایی که الان با من آشنان میدونن من اولین کسی بودم که اومدم فلزیاب ها رو در صنعتی، چون درد رو فهمیدم. گنج پیدا کنم. سال پیش 20 سال پیش مشکل میخ بود. ما تو خرمامون، تو چشمشمون، تو پستمون مشتری محصولو میبرد میگفت آقا چرا اینقدر میخ توش هست. ما اومدیم درد رو حل کردیم. درد امروز باقی مانده سمومه. نکته دوم، من اصولا یه چطور شفاف بگم، من نه تو اتاق بازرگانی هم، خود شما بهتر از هر کسی خودت روز صادرات
خود آقای آشکازمیان برای خودش یه روز ملی صادرات درست کرد. من خودم روز ملی صادرات برگزار میکنم. آره من با اینکه احترام میذارم خودم تقدیر شدم بارها و بارها، ولی من خودم روز ملی صادرات برگزار میکنم در سالگرد برنامه‌های پویش ملی صادرات. ولی یه نکته رو بگم، من همیشه گفتم آقا انقدر نگو دولت، انقدر نگو وام، بگو خودت چه تأثیری بر جامعه کوچیک اطراف خودت درست داشتی. چرا من شدم؟ چون خواستم قدردان زحمات پدرم باشم. پدر من 4 سالش بود پدرش رو از دست داد. ثروتمند نبود ولی سخاوتمند بود. در خانواده مرفهی به دنیا نیامد ولی سخاوتمند بود. درست. ما برای بچه‌هامون باید برنامه داشته باشیم. ما برای خودمون و آیندگانمون باید برنامه داشته باشیم. ما این دنیا ظرفیت این کشور. حرفم اینه. زنجیره تامین خودمون رو پیدا کنیم. از اون ریختگر. از اون ریختگر تا اون کشاورز من باید بدونم منافع اول منافع اوست. اگر اون زنده بود من صادر کننده. باید یه جوری منافع همه طرف بشه که بازیو به هم نزنه کسی. یه بخشی رو ببینیم، ویدئویی ببینیم درباره همین چالش پویش ملی پویش صادرات. ملی صادرات. بله. برمیگردیم با همین توضیحات تمام میکنیم برنامه رو. دعوت میکنم از جناب آقای حاج کاظمیان. میخواییم ببینیم که آقا چه کالایی قابلیت صادرات داره؟ آیا اومدم چشم‌اندازم رو مشخص بکنم؟ 4 صبح پاشی نیوزلند خوابه ها، نیوزلند زور نهارش هم خورده ها. 4 صبح بعد پاشی جواب مشتری استرالیا رو بدی، بعد پاشی جواب مشتری ژاپنی و چینی و کره جنوبی و واقعا بعد خواب رو بر خودمون حرام بکنیم. چند سال پیش به علت تحریم ها کشتیرانی ها میان در واقع مسیرشون از بندر عباس محدود میکنن. صادرکننده های ما چه اتفاقی رو ایجاد کردن؟ به این نتیجه رسیدن که میتونن کالاهای خودشون رو زمینی بار کنن به سمت مرسین ترکیه و از اونجا از بندر مرسین کالاهای خودشون رو صادر بکنن. این اتفاقی بود که ما تونستیم با این روش صادرات رو دور بزنیم. عزیز دیگه ای؟ زنجیره تامین و زنجیره ارزش در واقع خوب یک تقریبا یک فرآیند رو دارن انجام میدن. ارتباطات، اطلاعات، تکنولوژی و خدمات در هر حلقه ای از زنجیره تامین وارد شد، ایجاد ارزش کرد. خب اما به جای اینکه رفتی 30 تا قرفه گرفتی، بیاییم با هم اجماع کنید، با هم به توافق برسید، یه قرفه بگیرید. به جای اینکه من صادر کننده، من قرفه دار میتونم 100 تن محصول در یک نمایشگاه بفروشم، حالا میام 2000 تن محصول پیشنهاد میدم، قدرت چانه زنی پیدا میکنم. مأموریت ما از برگزاری پویش ملی صادرات چیست؟ چگونه دست به دست هم بدیم تا بتونیم اتفاقات متفاوتی رو رقم بزنیم؟ تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم، همه برمیخیزند. خب ما از مهمونامون معمولا آخر برنامه، مثلا 30 ثانیه آخر برنامه میپرسیم که چه همکاری با بیننده داری؟ همکاری مهمون امروزمون نصف برنامه مونه دیگه، یعنی این 3-4 دقیقه رو که دیدید و این 5 دقیقه از الان تا پایان برنامه همش همکاری با بیننده است. بله. آقای حاج کاظمی هم میخواد همه تجربه های خودشو در اختیار هر کس دیگه بذاره، پولم نمیگیره. پول میگیری؟ 100% خیر. 100% نمیگیره. رایگان. تمام برنامه های پویش ملی صادرات رایگانه و مأموریتی که من برای پویش ملی صادرات تدوین کردم خیلی شفافه. تربیت، ترویج، تسهیل، تهیج. خب. هر کسی که در یک فرایند صادراتی جای مشکل داشته باشه، از حساب بانکی، لوجستیک، هر جایی، علم صادرات ما در خدمتش هستیم. آموزش های ما بعد در این 3 سال گذشته من خیلی کارا کردم. خب همینجا نگه دارید. همین. به زبون ساده توضیح بدید. قرارمون نبود آخه این تصاویر. به زبون ساده توضیح. بله. گیر آوردیم ما.
این عزیز دلمون توضیح به این کیه؟ آقای محمد بوسوقمند، برادر من آقای محمد بوسوقمند اسمشو اشتباه نوشتم. بله آقای محمد بوسوقمند کسی بود، من اینو شفاف میگم، کسی بود که از زیر صفر امروز بالغ بر 1.5 میلیون دلار صادرات داره. چی صادر میکنه؟ محصولات زعفرانی. نگفتم زعفرانا؟ زعفرانو که بالاخره با برندهای قوی داشتیم، ولی الان کسیه که در نمایشگاه‌های دو سه سال گذشته زمانی که هزینه‌های نمایشگاهی فشار می‌آورد بسیاری از صادرکنندگان ما نمی‌رفتن، ایشون محصولات زعفرانی تمام نوآوریش بر اساس آموزه‌های پویش ملی صادرات با شما، یعنی اومد یاد گرفت با پویش ملی صادرات حرکت کرد. چه سودی به شما میرسه؟ هیچ. برادرمه، یه برادر خوب، امروز هم به آمریکا صادرات داره. اینا روک دارم میگم، به آمریکا ایشون صادرات داره. یه چیز جالب براتون بگم، چی صادر بکنه خوبه؟ لواشک ایرانی با برند The Peaceful World. برنامه شو خواستی من برای شما میذارم که بدونی، ولی شیپرش رو حذف میکنم، خریدارش هم حذف میکنم، ولی کسیه که داره لواشک به آمریکا صادر میکنه، نبات زعفرانی داره با آمریکا. ما اینا رو داریم آموزش میدیم. آقا چیکار کنیم؟ نمیگیم تحریما رو دور بزنیم، ما داریم کار تمیز انجام میدیم. اینو من شفاف میگم که عزیزان من بشنون، این حق ما نیست که در دنیا به این شکل دیده بشیم. ما داریم صادرات انجام میدیم، ارزآوری بکنیم. من اینو شفاف بگم، ما اصلا به نفت نیازی نداریم. من گفتم چشم اندازم تربیت 100 هزار صادرکننده جوان پیشرو. این یعنی چی؟ یه روزی بود 40 سال پیش میگفتیم ارتش 20 میلیونی. امروز میگم ما به 100 هزار صادرکننده، به 100 هزار سردار اقتصادی نیاز داریم. این محمد بوسوقمند یکیش. یه چیزی که همیشه من تو صحبتام با اطرافیانم مطرح میکنم تو مشاوره ها و اینا، یه نفر میگه نمیشه. میگم آیا نمونه ای هست که الان انجام داده باشه؟ میگه بله. میگم ببین اگه یکی دیگه تونسته حتما تو هم میتونی دیگه. من تازه میگم فراتر از این، من خودم برنامه خودم رو تو زندگی این گذاشتم، میگم کاری که کس دیگه کرده رو من نمیکنم، من باید یه کاری بکنم که کس دیگه نتونسته بکنه. من میخوام بگم اگه یه عده‌ای دارن یه چیزی صادر میکنن مثل آقای آشکازمیان یا همین دوستان، پس حتما میشه دیگه. خب خانم رحیم زاده، خانم نفیسه رحیم زاده، خواهر ما، زحمت صادرات صنایع پلاستیکی میکشه. شرکت نفیس پلاست توسعه صادراتش رو بالواقع مرهون آموزه های پویش ملی صادرات مرتب با من مشاوره داشته، تماما رایگان، تمام مسائل، تمام دغدغه هاش. و ایشون هم اومد ظرفیت خالی رو در کجا دید؟ دید یک دنیا ظرفیت میوه هست در دنیا، در جهان، از آفریقای جنوبی گرفته، از یونان گرفته، از ترکیه گرفته. آقا به جای اینکه باکس پلاست، باکس چوبی یا کاربرد کارتونی استفاده بشه، چرا نیان از محصولات پلاستیکی با خدای پلاستیک. پتروشیمی هستی. ایشون داره صادراتش رو انجام میده به 5 قاره، بسیار موفق هست و واقعا با آموزه‌های پویش ملی صادرات مسیرش تسهیل شده. 30 ثانیه وقت داریم. حسین عسکری، جوونی که وارد بازار عراق شد، مرهون زحمات آقای مهندس نیلی هم هستیم. من و آقای مهندس نیلی، من تا اونجایی که تونستم در خدمتشون بودم. ایشون از مشاورهای برادر عزیزم. این 25-6 سالش بیشتر نیست. محمد بوسوقمند 35-6 سال است. یعنی تازه اینا 3 نفر را شما زرنگی کردی، حالا محبت کردی، من روزه کردی. بله اینا رو پیدا کردی. ما 400 صادرکننده رو امروز، 400 صادرکننده رو تا این لحظه به دنیای اقتصادی صادراتی ایرانمون هدیه کردیم. خب وقتمون تموم شد، کجا بیان الان؟ الان بیننده های ما الان میخوام بیان سراغ شما. من از همه بینندگان اون برای ببینم یا اون، من به همه بینندگان پیشنهاد میدم از همین امروز برنامه ریزی کنید آموزه های پویش ملی صادرات رو، که من در فضای اینستاگرام و فضای تلگرام پویش ملی صادرات، اینایی که همه برگزار شده رو من تیکه تیکه کردم اونجا گذاشتم، ولی امروز بر اساس علم نو، علم امروز اومدیم داریم همون دوره ها رو که من در واقع 10 گام رو نمیدونم آقای اسفندیاری من بگم. وقتمون کاملا تمام شد. اینو من فقط توضیح بدم، سایت ما کارستون 1 میرید وارد میشید، این صفحه آقای هاشکازمیان، میتونید اینجا برید وارد همکاری بشید. ممنون، حرف حساب نگاه کردید. خدا نگهدار.